از اولش همین تو سرت بود؟ تا لحظه آخر برای همین ثبت کردی؟ برای اینکه ما رو تحت فشار بذاری؟ یه جوری حرف میزنی انگار من آدم بدیم. پیشنهادی که دادم به نفع همه است. ببین پسرت مرد زنده میمونه، مادرم و خواهرم صاحب اعتباری میشن که سالها ازشون دریغ کردی. پسرم اگه به خاطر ما میخوای این کار رو انجام بدی، این راش نیست. از لجبازی دست بردار. چیزی که از من میخوایو نمیتونم انجام بدم، انجام نمیدم. اگه کسی برای خودش ارزش قائل باشه این کارو نمیکنه. من حرفامو زدم، تصمیم با شماست. میخواین فکر کنین، میخواین دعوا کنین، هر وقت که به نتیجه رسیدین منو خبر کنین. قدیر، اجازه نمیدم این کارو با همون بکنی. واقعا میخوای چی کار کنی؟ ها؟ میخوای با آدمات منو به زور ببری بیمارستان؟ میخوای به زور منو ببندی به تخت بیمارستان؟ زنجیرم کنی، به زور کلیم رو در بیاری؟ چی کار میخوای بکنی؟ بگو. ببین تو مرد با هم برادرین، هر دوتون بچه های من هستین، با هم فرقی ندارین. اونی که داره رو تخت بیمارستان جون میده برادرت، نه یه غریبه. به همین راحتی ها نیست آقا کمال. خون نیست که آدم ها رو با هم برادر میکنه، و تو اون زندگی رو برای ما زیادی دیدی. برای همین من فقط یه خواهر دارم، اونم حسرته. قدیر صبر کن. قدیر هستم و ول کن، ولم کن. ببین مرد گناهی نداره، میفهمی؟ تو میخوای از من انتقام بگیری، اینو میدونم، اما لطفاً با زندگی پسرم بازی نکن. تو چرا نمیفهمی؟ اصلا نمیفهمی. ببین من از تو صدقه نمیخوام آقا کمال، من میخوام زندگی که خواهرم و مادرم لیاقتشونو دارن بهشون بدی. اگه تاوانی هست من باید بدم. مرد به کسی بدهکار نیست. برای اینکه تو به خواستت برسی اون بچه باید بمیره، این دیوونگیه. اون آدمی که باید براش زبون بریزی من نیستم. زنت هم که میخواد ازت جدا بشه، پس تنها کاری که باید بکنی راضی کردن مادرم. موفق بشی. آفتم ببینم. گوش کن. بزن دیگه. بزن تو دلت نگه نده. یه دونه بزن تو دهنم. بزن. فکر کردی فقط زندگی تو مهمه؟ آره؟ فکر کردی فقط مشکل تو بزرگه؟ هیچ کس به غیر از تو بدبختی نکشیده؟ فکر کردی همه اونطور که خواستن زندگی کردن؟ فکر کردی فقط تو بدبختی داری؟ آره؟ چون ما ماشین آتیش نزدیم و به کسی فوش ندادیم خیلی خوشبختیم. آره؟ اینطوریه؟ قدیر عمو کمان بریم ایبو.